و خوش اومدید. بروخیم هبایم، برخد شبوعتوف، برخد یومتوف، برخد لیلتوف، هر جور کجای دنیا که هستید، و برخد همشق شبوعتوف. به زاد شم که این ماه ماهی باشه پر از برخا برای همگی، خودش هگئولا ماه نجات برای تمامی ام اسرائیل. و دلیلی که درباره خودش هگئولا صحبت میکنیم با وجود این که هنوز موعد نیسان فرا نرسیده، به خاطر اینه که در این ماه غیر از اول ماه که سال ربل باویچ بود، روز سوم تموز، و همچنین در روز دوازدهم و سینزدهم تموز، روزهایی هستند بسیار خوشیوم در تقویم ما، روزهایی که هم تولد ربه قبلی بوده ادمور یوسف یتخای و همچنین روز آزادیشون از حکم مرگ و حبس ابد. پس بنابراین این روزها روزهای بسیار خوشیومی هستند و به زاد هشم که هر روزی در این ماه من جمله روز تعنیتی که در پیش داریم این تبدیل بشه به روز خوشحالی با اومدن ماشیخ صدقنو. چند هفته ایه که با همدیگه خود متن تنیا رو یاد نگرفتیم، از اونجایی که قبل از این هفته برای چند جلسه با همدیگه کلاسایی داشتیم که بسیار جالب بودن ولی در این حال قسمتی از کتاب تنیا نبودن. درباره خواب و تعبیرات اون یاد گرفتیم، درباره قدرت ماه و ستاره و بختبینی بر حسب تورا یاد گرفتیم، و همچنین درباره فرشتگان و ارواح خبیث با هم دیگه یاد گرفتیم و بسیار مطالب جالبی بود، سوالهای بسیار جالبی پیش اومد و این مهلت خوبی بود. درباره چشم بد یاد گرفتیم و درباره بد صحبت کردن به عنوان به اصطلاح حتی نفرین کردن به کسی یاد گرفتیم و غیره، و اینکه آیا تا چه حدی این موارد ممکنه توش حقیقت وجود داشته باشه و آیا در نکته هایی هم که وجود داره آیا واقعا بجاست و صحیح که آدم به این نحو صحبت بکنه، و آیا خطرش برای کیه؟ برای اون کسی که درباره صحبت میشه و یا درباره اون کسی که داره این صحبت رو میکنه؟ همه سوالای بسیار جالب و بسیار عالی بود. مسلماً در هر درباره هر کدوم از اون موضوعات میتونستیم ساعت‌ها و کلاس‌ها بذاریم، من جمله جلسه که درباره فرشتگان داشتیم بسیار بیشتر میشه درباره اون یاد گرفت، ولی به زاد هشم در موقعیت‌های آینده بیشتر در عمق اون نکات خواهیم رفت. برای اینکه ادامه بدیم با کلاس‌های معمولیمون درباره تنیا، بجاست که کمی با هم دیگه دوره بکنیم و میخوام که این جلسه رو بذاریم برای دوره کردن چند تا از فصل‌های اخیر، از اونجایی که کلاً کتاب تنیا کتابیه که درسته از هر جاش رو که آدم آغاز بکنه و جلو بره میتونه نکات بسیار جالب و شیرینی یاد بگیره، ولیکن وقتی تنیا به صورت درجه بندی یعنی پله و پله یه نفر یاد میگیره و جلو میره، اون وقتی که کلاً جوری که تمامی موضوعهایی که در تنیا داره یاد داده میشه درک کردنش که به چه نحوی مثل یک سلسله زنجیر هر کدوم از این دونه زنجیرها به اون یکی وصله و چجوری به هم ربط دارن، خودش کلن یاد گرفتن تنیا رو بسیار شیرین تر میکنه، و نه تنها اون بلکه درک کردن و به یاد داشتن که آدم یادش بمونه موضوعی که داره یاد میگیره بسیار آسان تره. چرا؟ به خاطر اینه که همه چی پله و پله داره جلو میره، هر موضوعی به موضوع بعدی ربط داره. و در فصل‌های اولی تنیا با هم دیگه درباره نشما یاد گرفتیم، درباره روح یه نفر، دوتا روحی که هر کسی داره، به چه نحوی این دوتا با هم دیگه زیست میکنن در بدن یک نفر، آیا چه کشمکشی بین این دوتا وجود داره، و اینکه به چه نحوی هر کدوم سعی میکنه شهر کوچک رو تصرف کنه، زیر کنترل داشته باشه. شهر کوچک اون در واقع وجود یک نفره، قلب یک نفره، افکار یک نفره، و هر کدوم میخواد در کنترل باشه، و اینکه به چه نحوی عبادت هر کدوش باروخو که هدف اصلی اون نفس الهیه
و به چه نحوی یترها را و یا اون نفس حیوانی همیشه سعی میکنه که بیاد جلوگیری بکنه. و یکی از راههایی که جلوگیری میکنه از عبادت صحیح هکدش بارخو در واقع غمگینی انداختن، مایوس بودن انداختن در قلب یه نفره برای هر چیزی که ممکنه باشه، چه اگر این غمگینی و یا مایوس شدن، ناامید شدن از مسائل دنیوی باشه، جسمانی، چه مسائل زناشویی از نظر اولادین، از نظر کسب و کاری، هر چیزی که باشه اهمیتی نداره برای اون یترها را. چرا؟ به خاطر اینکه تنها کاری که یترها را میخواد بکنه اینه که بیه نحوی راه این یترتوف، این نفس الهی رو ببنده. همونجوری که اگر دو نفر با هم دیگه داشتن گلاویز میشدن و یکی میخواد به نحوی اون یکی رو، چون حس میکنه خطر وجود داره، به هر نحوی میخواد جلوی اونو بگیره، دیگه هر کاری از دستش بر بیان میکنه. شده اگر بلد با دستش به جنگه، با اسلحه به جنگه، شده بخواد یه خاک ورداره از روی زمین پرت کنه توی چشم اون یکی، و یا اینکه حتی اگر یه دست گل روی میز باشه، اون دست گل میشه ورداشت و اینو حمله کرد به یه نفر دیگه. منظور این که در موقعیتی که یه نفر حس میکنه که وضع خطرناکه، دست به هر کاری میزنه. به همین صورت یترها را وقتی که میبینه که عبادت یه نفر، تصمیم یه نفر که به راه صحیح میخواد پیش بره و میخواد همتی بکنه کنیسا بره، یه میتوایی رو انجام بده، و یا میخواد کاشر بخوره، و یا میخواد روی در خونش مزوزا بزنه، و یا میخواد چم شباد روشن کنه، هر چیزی که باشه یترها را اگر بتونه از قبل برنامه ریزی بکنه این کار رو میکنه، وگرنه به هر بهانه‌ای هم که شده ممکنه بیاد جلو و سعی کنه جلوی این شخص رو بگیره، حالا چه از راه‌های عقلانی که راضیش بکنه این کار به عقل جور در نمیاد، و یا از این که فقط حواسش رو پرت بکنه به این که خب برو ببین بیرون، قبل از اینکه این میتوار انجام بدی فکر کنم بیرون آب و هوای خوبیه، پرنده‌ها دارن سر و صدا میکنن، برو ببین چه خبره. به این راحتی هم میتونه یه سهارا بیاد جلو. پس همه اینها راه‌های مختلف یترهاراست و مطالبی که صحبت کردیم در فصل‌های حدود 33-34 و غیره درباره غمگینی بود و به چه نحوی با اونا جنگیدن. و در فصل 35 به بعد، 35، 36 و 37، اینها موضوعای دیگه‌ای داشتیم درباره‌اش صحبت می‌کردیم. بعد از اینکه ارزش عبادت هکدش بارخو و اینکه به چه نحوی خودمون رو به هکدش بارخو نزدیک کردن رو یاد گرفتیم، چیزی که ادمون رزاکن شروع کرد به ما یاد دادن این بود که با وجود اینکه نزدیکی به هکدش بارخو، خودمون رو به الهیت بالاتر کشیدن خیلی مهمه، ولی کن غافل نباشیم از این که مأموریت ما و هدف ما در این دنیای تختانیه، و نه اینکه فقط یه نفر در افکار خودش فکر کنه که خب من یک آدم روحانی هستم، توی قلبم مملو و پر از حب اسرائیلی، اطمینان دارم، اعتقاد دارم، و یا حتی ممکنه گاهگداری کنیسا میرم برای ایام روش هاشانه، کیپور و غیره، یه صدقه‌ای هم میدم و یا غیره، و یا حتی به صورت معمولی صدقه میدم، کمک میکنم به بقیه. من توی دلم پر از حب اسرائیلیه. و چیزی که ادمون رزاکن شروع کرد به ما یاد دادن اینه که توی تورا، چیزی که به ما یاد داده اینه که این موارد، چیزایی که من به شما دستور دادم، هکدش بارخو میگه که کارو بلا خواهد آوار معود، که تمامی اینها به شما بسیار نزدیک و آسونه، به فیخاوی بابخوا به وسیله دهان، او بیل بابخوا به وسیله قلبتون، که همه اینا درسته، مردم باید دهانشون همیشه جوری صحبت بکنه که افتخار میکنن به یهودیتشون، قلبشون همیشه احساس یهودیت رو باید داشته باشن، ولی که اون پاسوک توی تورا با چی تمام میکنه اون جمله رو؟ به فیخا و وفخا لعصوتو،
با دهانت با قلبت و انجام دادن این میتوه ها. یعنی این که حقودش باروخو منتظره که ما نه تنها از نظر صحبت کردن و قلبن حس بکنیم یهودی بودن رو، بلکه عملا انجام دادن اون. آیا عمل یک میتوه چرا اینقدر مهمه؟ و این متن فصل‌های 35, 36, 37 بود که ادمورزاکن شروع کرد توضیح دادن که آیا چقدر ارزش داره انجام یک میتوه، و در واقع به خاطر انجام میتوه هاست که هرکدش پاره خو دنیا رو آفریده، نه تنها دنیای ما رو آفریده، بلکه دلیلی که هشم تمامی دنیاها رو آفریده به خاطر دنیای ماست. درسته که دنیای ما دنیای جسمانی درجهش پایین تر از بقیه دنیاها، پایین تر از نظر اینکه الهیت به صورت آشکار تو اون معلوم نیست و الهیت بسیار پوشیده شده. پس یه نفر ممکنه فکر بکنه که دنیای من نسبت به دنیایی که دنیای الهی و روحانی تری که فرشته ها در اون دارن سکنا میکنن، و یا اون درجه روحانی که بعد از 120 سال وقتی نشامای مردم از بدنشون جدا میشه میره توی گنهدن، در اونجا نشامه‌ها به سر میبرن، شاید اون دنیای مهمتریه. درسته که همه اونا مقدسن، قدوسیت اون دنیاها جای خودشو داره، امتیاز خودشو داره، ولی اگه بخوایم بالکل بسنجیم ارزش همه دنیاها رو، دنیای ما، دنیای جسمانی ما که در اون زندگی میکنیم، مهمترین از همه دنیاها. چرا؟ به خاطر این که نیت الهی، هدف آفرینش دنیا، تمامی دنیاها در این دنیای جسمانی ماست. و این چیزی که فقط داریم خودمون رو، دلمون رو خوش میکنیم، این حرفا رو بزنیم که بگیم خب بقلا حالا تا اینجاییم، بگیم آب و هوای خوبیه، چرا که نه. نه، به صورت واقعی تمامی نشامه هایی که در گنهدن به سر میبرند بعد از 120 سال و تمامی فرشته هایی که در دنیاهای بالا وجود دارن، همه و همه دلشون میخواست و به قول معروف حسرت دارن از این نظر که ماها تو این دنیا قادریم میتوه ها رو انجام بدیم به صورت واقعی و به صورت جسمانی، و به این صورت خود الهیت رو در دستمون داریم، در چنگمون داریم، در افکارمون داریم، به هر نحوی که داریم میتوه ها رو انجام میدیم. حالا چه میتوهایی باشه که با دستمون ربط داره، با پا ربط داره، با زبونمون ربط داره، برای مثال تفیل خوندن، تو رو خوندن، و یا با افکارمون، برای مثال تو رو یاد گرفتن. در اون زمانه که ما خود الهیت رو در چنگ داریم، در صورتی که نشامه ها در دنیای بالاتر، جاهایی که در گنهدن هستن بعد از 120 سال، دسترسی به خود الهیت رو ندارن. درسته شمه از نور الهیت رو به صورت آشکار میتونن تجربه بکنن، چیزی که ما تجربه نمی کنیم، ولی خود الهیت رو در چنگ ندارن. به همین صورت فرشته ها، فرشته ها آگاه هستن از نور الهیتی که داره منور میشه بهشون، و بنابراین بسیار باطل هستن نسبت به الهیت، ولی خود الهیت رو اصلا به فکرشون هم نمیرسه که بخوان دسترسی به اون داشته باشن. بالعکس اون در دنیای ما که نور الهیت رو به صورت آشکار نمیتونیم ببینیم، ولی که خود الهیت رو در دست داریم، وقتی که داریم هر کدوم از اون 613 فرامین تورا و 7 فرامین خخامیم رو داریم انجام میدیم، در اون زمانه که دقیقا با خود الهیت یکی هستیم، امتیازی که تو هیچ دنیای دیگه ای وجود نداره. خب بریم و سعی کنیم به صورت خلاصه این موضوع رو که الان با هم دیگه مرور کردیم، بعضی از متنا رو در داخل جزوه با هم دیگه مرور خواهیم کرد. میدونم که در جلسه های قبلی خیلی ها دلشون میخواست که میتونستن ترجمه ها رو بنویسن، الان به زدشم این مهلت دوباره وجود خواهد داشت، و همچنین اگر سوالی هست خواهش میکنم که همه سوالتون رو برای من بنویسید. البته امروز مثل این که اقلا توی کامپیوتر من به نظر میاد هر کسی هر چیزی رو مینویسه، به دفعه های متعددی این متن داره نوشته میشه، مسئله نیست،
اصل کار اینه که سوال پرسیده بشه و بتونیم درباره اون صحبت بکنیم. اوکی. بریم سر جزوه. جزوه رو بتونیم نشون بدیم. اوکی. شروع می‌کنیم از فصل 35. و هینه به اور مشال زه، این چیزی که دربارش صحبت کردیم. اجازه بدید. برمیگردیم سر قبلا، اون وسط فست بود. 32 و صفحه 30. اوکی. اوکی، مثل که کنترل صفحه کمی سخت شده روی کامپیوتر. اوکی. متن شماره 27 فصل 35. و هینه لتوسفت به اور، برای بیشتر توضیح دادن تول اسوتو، این لغت لاسوتو، اون رو انجام دادن که در توران ذکر شده، و گم لهاوین معد میزهر و همچنین کمی بهتر یاد گرفتن تخلید بریت بینونیم، کلن نیت به وجود اومدن اشخاص بینونی وریدد نشمته هم لعلام هزه و اینکه نشامای بینونی ها بیاتی این دنیا لهی لبش به نفش به حمد، که خودشو ملبس بکنه این نشاما در این به وسیله اون نفس حیوانیش محکی پلیپا به سیتر آخرا که از طرف ناپاکی و سیتر آخرا هستش. مآخر، چرا همچین سوالی داریم که آیا نیت وجود و به دنیا اومدن بینونی ها چی هستش؟ چرا درباره نیت به وجود اومدن صدیقیم اینجا سوال نداریم؟ به خاطر موضوع بسیار واضحی، مآخر شلو یخلو لشلخا کل یه مهم، به خاطر اینکه نمیتونن بینونی ها، بر حسب چیزی که درباره بینونی ها یاد گرفتیم، هویت یک بینونی چیه؟ یک شخص صدیق میتونه یتهاراشو رد بکنه و سرکاری با یتهاراش نداشته باشه، یا زیر کنترلشه و یا اونو از بین برده. درباره شخص بینونی صحبت کردیم که همیشه تمامی زندگیش داره کلنجار میره با یترهارای خودش، با اون ذات بد خودش. پس اگر تمامی زندگی یه نفر ممکنه پر از جنگ و جدال باشه و کلنجار رفتن با یترهاراش، به قول معروف آیا این شد زندگی؟ آیا این شد نیت؟ پس چرا اصلا همچین نشامایی اگر نمیتونه اون نفس حیوانی خودشو، یترهارای خودشو غلبه بکنه در طول زندگیش و اون رو کاملا از بین ببره، پس آیا این نشما بیهوده داره میاد تو این دنیا که تمامی عمرش 120 سال زنده باشه هی داره با یترهارای میجنگه؟ آیا نیت اومدن همچین نشمایی تو دنیا چیه؟ نشما یک بینونی از اونجایی که نمیتونه برنده بشه، پیروز بشه، موفق بشه و اون یتارارای خودشو، ذات بد خودشو برای همیشه نابود بکنه و از خودش بندازه بیرون. از اونجایی که این شخص نمیتونه خودشو به درجه یک صدیق برسونه، آیا این شخص پس بیهوده داره میاد تو این دنیا که هی با یتارارای خودش، با ذات بد خودش بجنگه؟ و در زمانی که توی این دنیا میاد این بینونی داره می جنگ تمام مدت، البته نمیذاره یترهارای خودش بیاد و کاری بکنه
که این مترکب به گناه بشه. رکش لبوشه اینا میلبشیم به گوفام، تنها چیزی که هست لباس های اون ذات بعد، لباس های یترها را نمیتونن خودشون را ملبس بکنن به این شخص بینونی که باعث بشن که این بیاد و گناه انجام بده به وسیله اون ستا لباس یترها را. ستا لباس ها چی هستن؟ افکار بد، گفتار بد و کردار بد. و امکن پس اگر به این صورت جریان زندگی یک بینونی به این صورته، لامازه یارد و نشمتهن، پس چرا نشامای بینونیا اومده تو این دنیا لالام هزه که بیاد تو این دنیا لیگه که بیاد هی زحمت بکشه لاریک خسب شالام، خدای نکرده بدون هیچ دلیلی بدون هیچ چیزی که آیدش بشه لیلاخم کل یمهم، که تمامی روزهای عمرشون این اشخاص بینونی بیان و بجنگن این یترها را با اون یترهایی که توشون هست ولو یخلولو و نتونن غلبه کنن بر اون یترها را. پس چرا اصلا یک نشامای یک بینونی میاد تو این دنیا؟ اگر از همون اول دست تقدیر برای این معلوم نشده که این شخص میتونه موفق بشه و خودشو برسونه به صداقت، به صدیق بودن، پس ممکنه یه نفر 120 سال زندگی بکنه، تمام مدت هم میجنگه با یترها راه، ولی اول آخرش هیچی به هیچی نمیتونه به درجه صدیقی برسه. پس آیا چه استفاده‌ای وجود داره که همچین نشامایی بیاد تو این دنیا؟ و جواب میده ابن رزاکن که در واقع دلیلی که اکدش بارو خود دنیا رو آفریده به خاطر اینه که شخینای خودش نور الهی اکدش بارو خود منور بشه توی این دنیا. به چه وسیله؟ اکدش بارو خود تصمیم گرفت که به وسیله این که توی این دنیای جسمانی اشخاصی وجود داشته باشن که خواست هشم رو انجام بدن و به وسیله این که خواست اکدش بارو خود رو انجام میدن، به این صورت به وسیله انجام اون خواستا که در واقع انجام میتوه ها هستش، نور الهی منور بشه و جاری بشه توی این دنیا. این خواست اکدش بارو خود بود. برای چی به این نفع اکدش بارو خود میخواست که دنیا آفریده بشه؟ این سوال بسیار مهم، جالب و عمیقیه که در خسیدوت دربارش صحبت میکنه و البته میشه برای مدت زیادی درباره این صحبت کرد. ولی که در چیزی که به صورت صریحا میشه گفت اینه که شنید اول و هکدش بارو خوب، این خواست هکدش بارو خوب بود. حالا خواست چرا به این دلیل، چرا به این نفع؟ حالا خواست هکدش بارو خوب، گاهی اوقات از خواست یک نفر نمیشه سوال کرد. خواست یک نفر، میل یک نفر گاهی اوقات حتی از درجه عقلانی هم بالاتره که بخواد آدم توضیح بده. و درک این موضوع رو خسیدوت و کبالا میگن که آخر این موضوع رو امکان نداره برای هیچ انسانی درک کردن که چرا دنیایی که آفریده شد مخصوصاً به این صورت به این نحو دنیاها آفریده شد. چرا؟ به خاطر اینکه هکدش بارو خوب میتونست به عناوین مختلف دنیاهای مختلفی بیافرینه که به راههای مختلف چیزهای مختلف انجام داده بشه، ولی این الگویی که الان ما میبینیم الگویی که هکدش بارو خوب میخواست پیاده بشه. و در متن بعدی ادمون رزاکن میاد توضیح میده که نور الهی رو اگه بخوایم تصور کنیم که نوری که منور میشه، یک نور برای مثال نور یک شمع، به خاطر اینکه نور باقی داشته باشه، باقی بمونه، احتیاجه که یک فتیله و یا روغن و یا پارافین یه چیزی دور این فتیله باشه تا این شعله بتونه ادامه پیدا بکنه. به این نحوه که آتش و شعله میتونه هنوز وجود داشته باشه. متن شماره 35 و هینه به اور مشازه، و اینک توضیح این مثالی که تا حالا داریم میزنیم درباره نور الهیت. شهیمشیل اور هشخینا لنرش اینو مئیر، که مثل نور شخینا، اینو اگه داریم توضیح میدیم و تشبیه میکنیم به یک شمی که نورانی نمیشه، فروزان نمیشه،
و این آتیش وصل نیستش به یک فتیله بلی شمن بدون روغن. یعنی که حتی اگه فتیله هم وجود داشته باشه یک ماده سوختی لازمه که این فتیله بتونه از اون استفاده بکنه تا این شعله منور بشه. و کخ به همین صورت در این مثالی که زده شد این هشخینا شورا الگوف آدم، به همین صورت شخینای هشم نور حکدش بارخو منور نمیشه و خودشو نمیذاره، نور هشم نور شخینا نمیشینه روی سر یه نفر مگه اینکه اون ماده سوخت رو داشته باشه، اون روغن رو داشته باشه، که حالا باید یاد بگیریم یعنی چی اون ماده سوخت و اون روغن. و خن این اشخینا شورا الگوف آدم، به همین صورت نور شخینا نمیتونه بشینه سکنا بکنه روی بدن یک نفر. شنیمشال پتیلا که بدن یک انسان در واقع تو این مثال مثل فتیله هستش، الا علیده معصیم توویم، بلکه به وسیله معصیم توویم کارهای نیک به وسیله میتوها. پس در این مثالی که داریم صحبت میکنیم شعله‌ای وجود داره، شخینای هشم، بدنی وجود داره که فتیله هستش، ولی ماده سوخت احتیاج داره، روغن لازم داره، که این چی هستش؟ اون میتوه هایی که هکدش بارو خوب به ما داده. ولو دیلو به نشماتو، و کافی نیست که یک نفر بگه خب برای چی من لازمه میتوه ها رو انجام بدم؟ مگه نه اینکه من یه نشما دارم و نشمای من یه چیز بسیار مقدسیه؟ چرا؟ پس نشمای من باید کافی باشه برای اینکه نور شخینا رو روی من نگه داره. و ادمور ازاکن اینجاست که میگه نه، کافی نیست که فقط یه نفر راضی باشه با نشمایی که توی بدنشه. لیود هی کشم لپتیلا، که فکر کنه نشماش بخواد به عنوان روغن باشه برای اون فتیله، برای بدنش، که نور هشم، که اون شعله آتیشه بتونه سکنا کنه روی این شخص. نه، میتوه ها لازمن، میتوه های جسمانی تو این دنیا لازمن. که اینه نشمت آدم افیل هود صدیق گامور، به خاطر اینکه نشمای یک شخص، حتی اگر یه نفر یه صدیق تمام عیار باشه، صدیق کامل باشه، با وجود این افل پیکن اینا به طلا به متیود لگمری، با وجود این نشمای یک شخص باطل نیست به صورت کامل در مقایسه و به درگاه حق خودش بارخو، لباطل به کالل بور هشم مامش، که بتونه خودش رو کاملا مشمول بکنه برای مثال نشمای صدیق و یکی بشه با نور الهی، با نور حق خودش بارخو. لیو لخادیم اومی خادیم به خود گامور، که خودش رو دقیقا یکی بکنه با نور الهیت، به یخود گامور، با یگانگی کامل. رکهو دابار بپینه ی عطما، تنها چیزی که هست اون نشما یه چیز مجزا باقی میمونه. اینه نیست که یک نشما وقتی که داره نزد حکدش بارخو باشه یه باره نشما ترک میکنه و میره خودشو میچسبونه به حکدش بارخو برشم یکی میشه. نه، نشما بازم یک چیز مجزا توی بدن آدم باقی میمونه. یره هشم با هوا، ممکنه البته حتی نشمای صدیق خیلی به هکدش بارخو عشق میورزه و از هکدش بارخو میترسه و به این صورت سعی میکنه خودش رو نزدیک بکنه به هکدش بارخو، ولی در این حال آخر روز دو تا چیز مجزا باقی میمونه، یکی نشماست و یکی نور الهیت هکدش بارخو. مشهن کن همیتسود و مسیم توبیم، ولی کن در مقایسه با این وقتی درباره میتسوه ها و کارهای نیکی که از تورا به ما یاد داده شده باید انجام بدیم، اون میتسوه ها شهن رتونو یتبارخ، که خواست هکدش بارخو هستش، هشم خواست خودشو به عنوان میتسوه های جسمانی به ما داده. پس وقتی ما داریم میتسوه های هکدش بارخو رو انجام میدیم، تنها مثل این نیست که نشمای ما داره نزدیک میشه با هکدش بارخو و تا حدی یکی میشه با هکدش بارخو، ولی خب بعد از اون بازم هنوز جدایی وجود داره،
بلکه میتوای هکدش بارخو از اونجایی که خواست هکدش بارخوه، وقتی یه نفر داره میتوا رو انجام میده، در واقع خودش رو داره کاملا مشمول میکنه در خواست هکدش بارخو، خواستی که حتی از درجه عقلم بالاتره، همونجوری که قبلا ذکر کردیم توی کلاس. پس وقتی یه نفر داره میتوا رو انجام میده، هر میتوایی که باشه، چه میتوایی که به نظر ما کوچک میاد، چه میتوایی که به نظر ما بزرگ میاد، خط مشترک تمامی میتواها اینه که در زمانی که مشغول هستیم میتوا رو انجام دادن، داریم خودمون رو کاملا با هکدش بارخو یکی میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون میتوا خواست هشمه، نه مثل دو تا رفیق جونجونی که به هم دیگه میرسن، یه به هم دیگه دست میدن، در آغوش میکشن و بعدش از هم جدا میشن، که حتی وقتی هم دو تا رفیق با هم دیگه نشستن هنوز دو نفر مختلف هستن. درسته احساس نزدیکی میکنن، ولی دو نفر مختلفن. وقتی میتسوا رو داریم انجام میدیم، در واقع تمامی وجودمون داره با هکدش بارخو یکی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خواست هشم در تمامی بدنمون رو در بر گرفته و خواست هکدش بارخو با خود هکدش بارخو یکیه. مشه اینکن از اونجایی که داریم مقایسه میکنیم درباره عناوین مختلف، درجات مختلف، ولی نکته برتری که میتسواها دارن اینه که شهن پینیمیوت رسونو یتبارخ، که میتسواها در واقع خواست بسیار عمیق و درونی هکدش بارخو هستن و این شام هستر پانیم کلال، و بالعکس دنیای ما که بسیار نور الهیت پوشیده شده تو اون و نمیتونیم نور الهیت رو ببینیم و تجربه بکنیم و غیره، ولی کن خواست هکدش بارخو، اون میتسوایی که به ما داده، در واقع نمایانگر عمیقترین، مقدسترین و والاترین درجه خود هکدش بارخوه. خشم خواستش رو گذاشته توی این میتسوا. پس در زمانی که داریم میتسوا رو انجام میدیم، ما در واقع داریم چی رو تجربه میکنیم؟ خود هکدش بارخو رو، چیزی که فرشته ها به اون دسترسی ندارن، غیر ممکنه برای اونا. اونا فقط از نور الهیت، از نور شخینا یه خورده درک میکنن، یه خورده، و از اون مستفیض میشن، بسیار لذت میبرن، احساس باطلی میکنن. و همچنین نشامه هایی که توی گنهدن هستن بعد از 120 سال، شمه ای از این نور شخینا رو میتونن تجربه بکنن، بالاخره بعد از 120 سال میتونن درک بکنن یه مقدار از اون نور رو، و حتی از اون مقدار کمی هم که الان براشون منور شده لذت بسیار زیادی میبرن. این لذت و اونگ گنهدن هستش. ولی که توی این دنیا ماها وقتی داریم میتوا رو انجام میدیم، موضوع مقدار کمی از نور شخینا نیست، نور 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 هشم، نه. وقتی میتوا رو داریم انجام میدیم، خود عصمت اومهوت، خود اصل هکدش بارخو، پنیمیوت رتسونو، اون اصل خاص هکدش بارخو که با خود هکدش بارخو یکیه، داریم دقیقاً خودمون رو با اون یکی میکنیم در زمان انجام میتوا و در زمان یاد گرفتن تورا. پس به این صورت این یگانگی با الهیت توی این دنیای جسمانی ما مثل اون وجود نداره در هیچ کدوم از دنیاها، دنیاهای بالاتر. فرشته حتی به فکرشون هم نمیرسه، به قول معروف میگن تو خوابم نمیبینن که همچین درجه یه بتونن به دست بیارن. و حتی نشامه های عزیزان که رفتن توی گن عدن، که الان تازه ارزش این میتسوها بیشتر براشون روشن میشه که تا چه حدی چی بوده که میتونستن انجام بدن، دسترسی به این درجه رو ندارن. درسته میتواهایی که انجام دادن الان میتونن از نور اون میتواها که تا حدی براشون منور میشه استفاده بکنن، به وسیله اون میتواها میتونن از نور شخینا بهره برداری بکنن تا حدی،
نور شخینا، نه خود هکودش باروخو، از نور درجه شخینای هشم. درجه شخینای هشم چیه؟ به زد هشم این یک کلاس جدا خواهد بود، بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد، ولی کن فقط انقدر که توضیح بدیم که وقتی درباره شخینا که یک درجه نور الهی صحبت میکنیم، خود هکودش باروخو نیستش، یک درجه نوریه که از حکادش بارو خود جاری میشه. ولیکن میتواهاتی دنیای ما خود الهیت هستن. الهو میخواد به نخواد برتونو، بلکه وقتی که یه نفر داره میتواه رو انجام میده، میتواهات چی هستن؟ اون قدرتی که در میتواه وجود داره، چیزی که به میتواهات جون میبخشه، وجود میتواهات، میوخاد و نخواد به رتونا، میتواها کاملا یکی هستن و مشمول هستن درخواست هکادش باروخو و هایی الاخادین به خود گامور و کاملا با هشم یکی هستن. اوکی. این خلاصه بود از فصل 35 و الان به زدشه میریم سر مرور کردن فصل 36. اگر کسی سوالی داره تا حالا درباره این فصلی که با هم مرور کردیم، لطفاً یا به وسیله میکروفونتون و یا به وسیله قسمت چت سوالتون رو بنویسید. خب حالا که ارزش میتسوه ها رو یاد گرفتیم که آیا میتسوه ها دقیقاً چی هستن که قسمتی از خود هکودش باروخو هستن، میایم تمرکز بیشتر درباره این که آیا این دنیای ما ببینیم چقدر مهمه نسبت به دنیاهای بالاتر. و هینه و اینک مدد زود ممر رزال، این میدونیم شناخته شده و دانسته شده گفته خخامیم ما، شه تخلید بریاد علام هزه، که نیت آفرینش این دنیای ما هو شنیتوه هکودش باروخو چی بود؟ که هکودش باروخو مایل بود، خواست، که این بسیار مهمه در کتب قبله و خسیدود، این لغت خواستن رو خیلی روش انگوش میذارن. چرا؟ به خاطر اینکه تا حدی آدم میتونه همیشه سعی کنه نیت یه نفر دیگر رو درک بکنه. به چه نحوی؟ به نحوی این که خب اگر من جای اون شخص بودم شاید بهتر میتونستم، میدونم نیت اون چیه و یا باش صحبت کردم، حالا میفهمم چرا داره این کار رو انجام میده. ولیکن گاهی اوقات مطمئنم شده که با یه نفر صحبت میکنید و به هر نحوی سعی میکنید سر در بیارید که چرا همچین کاری رو داره میکنه و یا بهتون توضیح نمیده و یا هر چقدر هم توضیح میده هنوز شما درک نمیتونید بکنید. و اول آخرش اینه که آقای عزیز، این چیزیه که من میخوام، یعنی این که من نمیتونم اینو توضیح بدم، تمایل منه، تمایل خواست یک نفر از هیچ نوع دلیل و برهانی بالاتره. همونجور که هر کدوم از ماها خیلی وقتا شده تجربه کردیم توی زندگی که چیزهایی رو، قدمهایی رو ور میداریم، کارهایی رو انجام میدیم که حتی نمیشه دقیقا توضیح داد، فقط انقدریه که این چیزیه که من میخوام، حتی از دلیل و برهان بالاتره. پس اینجا آدم رزاکن میگه شه تخلید، همونجوری که خخامیم ما میگن که نیت آفرینش دنیا چی بود؟ شنید اوا هکودش باروخو، که هکودش باروخو خواست لیولو دیرا به تختانیم، که یک مکان سکنا در این دنیای تختانی برای اون وجود داشته باشه. و هینه لو شایخ لفانا ویدبارخ بخینند محلا اومتا. البته وقتی درباره هشم داریم صحبت میکنیم، برای هشم بالا و پایینی وجود نداره. پس یعنی چی که داریم میگیم دنیای تختانی، همه چیزی که هکودش باروخو آفریده، همونجوری که دنیاهای بالاتر همش متعلق به هکودش باروخو از نظر روحانی، دنیای پایینتر هم همش برای هشم یکیه. که هویت بارخ من ملک و العالمین بشاوه، به خاطر اینکه الهیت همه دنیاها رو به یه نحوه که به هر حال به وجود آورده و دنیا رو پر میکنه،
اینه نیست که یک دنیای کمتر توش خدا وجود داره تا یک دنیای دیگه، همه شو هر کدش بارو خوب به وجود آورده. الا به اورها این یان، بلکه منظور چیه وقتی میگیم دنیای تختانی؟ که کدمش نیورا ها اولام، به خاطر اینکه قبل از اینکه دنیا به وجود بیاد ها یا هول ودای اتبارخ یا خود اومیوخاد، هر کدش بارو خوب تنها چیزی بود که وجود داشت، هیچ چیز دیگه غیر از حکودش بارخو وجود نداشت قبل از آفرینش دنیا. حتی مکان و فضا هم وجود نداشت. رقش هشینوی هو علم کبلیم خیوتو و ارایت بارخ. پس در واقع حتی بعدش هم از اونجایی که همه چی قدرت هشمه، هیچ چیزی عوض نشده. تنها تفاوتی که کرده بعد از آفرینش دنیا، همش و همش از دید ماهاست و مخلوقات اونایی که به وجود اومدن. شمه کبدیم علیه دل بوشیم ربیم، چه فرقی داره؟ اینه که اون الهیت رو آیا ما به چه نحوی داریم دریافت میکنیم، داریم تجربه میکنیم. برای مثال در دنیای ما که دنیای بسیار پایین تریه از نظر الهیت، از نظر قدوسیت، الهیت هر کدش بارو خوب با پوشش بیشتری تو دنیای ما وجود داره و به اون نحوه که ما تجربه میکنیم. دقیقا اگر تصور کنید که نور آفتاب که داره میدرخشه به یک شهری و شما توی خیابون دارید راه میرید با رفیقتون، شما ممکنه یک عینک آفتابی، عینک دودی به چشم برید و رفیقتون نه، برای شما نور آفتاب کمتره. آیا واقعا نور آفتاب کمتره؟ نه، نور آفتاب همون نور آفتابه. نحوی که شما دارید تجربه میکنید اون نور آفتابو به نظر میاد کمی کاهش پیدا کرده، ولی این فقط از نظر شماست. از نظر خود خورشید نور همون نوره و واقعا هم همونه، همون نور داره میتابه. به همین صورت توی هر دنیایی قدرت الهیت تو همه دنیا ها وجود داره، چه دنیایی که فرشته ها توش هستن، گندن، دنیای تختانی و غیره. تنها چیزی که هست از نظر ما نور الهیت بیشتر پوشیده شده در دنیای ما، که دختیف همون جوری که در پاسوک نوشته شده کیلو یرعنی ها آدم و خای، همون جوری که در تورا وقتی یعقودش بارو خوب با موشه ربینو داشت صحبت میکرد و موشه ربینو برگشت به هاشم گفت هر اینی نا ات که ودخا، حالا که ات راتونه، حالا که میبینم جریان خوب داره پیش میره و مهلتش هست، بذار استفاده کنم، درخواستم از هشم بکنم. به هشم میگه هر اینی نا ات که ودخا، خواهش میکنم تمامی کاود خودتو به من نشون بده، الهیت قدوسیتو به من نشون بده به صورت کامل. به هشم بهش میگه که نه. چرا؟ کیلو یرعنی لو یرعنی ها آدم و خیر، به خاطر اینکه یک آدمیزاد، یه چیزی که به وجود اومده و آفریده شده، این قدرت رو نداره، کششش رو نداره که بتونه الهیت رو به صورت کامل تجربه کنه و هنوز زنده باقی بمونه، ظرفیتش رو نداره. پس بنابراین گفت که من فقط تو رو میذارم در یک مکانی و پشتم رو به تو نشون میدم، جلوم رو به تو نشون نمیدم، که البته این پشت و جلو همش در کتب قبلا و خسیده توضیح میده که منظور چی هستش، چون به خاطر اینکه مسلمان حکدش بارو خوب بدن نداره که جلو و پشت داشته باشه. او که دفرشور ازاد و همون جوری که خخامیم ما توضیح دادن، شعفیل و ملاخیم هنیکرائیم خیوت، که حتی فرشته هایی که به نام خیوت نامیده شدن، این رو این خلهو حتی اونا هم نمیتونن تجربه بکنن وجود حقیقی الهیت رو. حتی بالاترین درجه فرشته ها با وجود این که گنجایششون زیاده، ظرفیتشون زیاده، تجربهشون از نظر نور الهیت زیاده، ولی خود حکودش بارخو رو غیر ممکنه، نمیتونن، ظرفیتشون ندارن. اونا هم کاملا به قولن سوخته میشن و نابود میشن اگر نور الهیت بدون پوشش بخواد به اونا منور بشه. و زهو اینین هشتال شده تا علامات، و این دقیقا تمامی موضوع عمیق درباره نحوی که اکدش بارو خود دنیاها رو آفریده
و سلسله دنیاها رو آفریده که هر دنیایی بالاتر از اون یکیه و بعدی پایینتر از اون دنیای قبلی. ویریدد مدرگال مدرگال و همچنین پایین رفتن هر کدوم از دنیاها از نظر درجه روحانی یک درجه بعد از اون یکی الیده ریبوی حله بوشیم، به چه نحوی قدوسیت در هر دنیایی کمتر میشه، قدوسیت الهیت جوری که نور هشه منور بشه کاهش پیدا میکنه توی هر دنیایی که هر چیزی تو اون دنیا هست کمتر بتونه نور الهیت رو تجربه بکنه نسبت به دنیای قبلی. همه اینا به وسیله لباس‌های مختلف که یک اصطلاحه، لباس منظورمون اون پوشش‌های روحانیه، همستریم ها اور که نور رو قایم میکنن میپوشونن، و هخیوت شمی منو و اون قدرت انرژی زندگانی که در اون نور وجود داره برای هر رتبه‌ای که داره جاری میشه، شمی منو یدبارخ که از هشم داره جاری میشه اد تا وقتی که میرسه به درجه ای چه تا میرسه به دنیای تختانی ما، دنیایی که اصلا بالکل یه نفر ممکنه تو دنیای ما زندگی بکنه و حس نکنه که الهیتی وجود داره. توی خیابون میتونیم راه بریم و اگر کسی حواسش نباشه از نظر درجه عقلانیش که فکر بکنه درباره الهیت، ممکنه این نفر به این نتیجه برسه که نه اصلا من چیزی نمیبینم، پس بنابراین خدایی وجود نداره. در دنیاهای بالاتر به این صورت نیست. برای فرشته ها همچین تجربه‌ای وجود نداره. فرشته ها به محض اینکه به وجود میان آفریده میشن. اگر بخوام تصور کنیم که اونجا خیابونی وجود داره، نه اینکه خیابون وجود داره، ولی که به محض اینکه چشمشون به اصطلاح باز میشه به وجود میان، فوری اولین چیزی که دریافت میکنن از نظر عقلانی و حالشون میشه وجود هر کدش بارو خوبه، به صورت واضح جلوی اونا گذاشته. چیزی نیست که بخوان حتی سعی کنن انکار بکنن، و از اون طرف هم هیچ چیزی وجود نداره که بخواد افکار اونا رو منحرف بکنه و یه سهارا ندارن و غیره. پس بنابراین فوری بسیار راحت الهیت رو میتونن درک بکنن و ببینن. چرا؟ به خاطر اینکه در اون دنیاهای روحانی بالاتر درجات قدوسیت به صورت آشکارتری منوره، درجات پوشش کمتره، پس بنابراین تجربه شون از این نظر بیشتره، و کلن این پوشش در بین هر کدوم از دنیاها وجود داره. اگه یادتون باشه درباره دنیای اتسیلوت، بریا، یتسیرا و اسیا صحبت کردیم. بین هر کدوم از این دنیاها وقتی که قدرت الهیت جاری میشه از دنیای بالاتر به دنیای پایینتر، یک پوشش عظیمی اتفاق میفته از نظر پنهان کردن نور الهی که داره جاری میشه. پس هر کدوم از اون دنیاها دارن درجه کمتری رو تجربه میکنن از نور الهیت، چرا؟ پوشش بیشتری در دنیای اونا وجود داره. پس یکیش به صورت عظیم بعد از دنیای اتسیلوته، بعدی بعد از دنیای بریا، و بعدی بعد از دنیای یتسیرا، قبل از اینکه برسه به دنیای ما، دنیای اسیا. پس چند تا پوشش عظیم اینجا اتفاق افتاد، یکی بعد از اتسیلوت، یه دونه بعد از بریا و یه دونه بعد از یتسیرا، سه تا. و بر حسب این سه تا پوشش عظیم هست که نور الهیت پوشیده میشه. فقط این نکته جالبه که توی قسمت کتاب درس امروز نیست، ولی فکر کنم برای همه جالبه، اینه که اگه یادتون باشه وقتی میریم توی کنیسا روز معمولی و یا روز شبات، بعد از این که لخش رو خوندن و لخش داره تکرار میشه، در اون تکرار لخش قسمت نقد شاخ وجود داره.
و یا قسمت کتر وجود داره که همه یه بار وای میسن، میستیم هر جایی که هستیم و خزان میگه نقیشاخ و نریتساخ که نو هم سی اصو صرفه قدش، که همه قدوسیت رو میگیم و هر قدش بارخو رو ستایش میکنیم مثل نحوی که فرشته ها دارن این امر رو ذکر میکنن، همون جوری که فرشته ها به همدیگه میگن کارا زه الزه و آمر، و یه باره همگی با همدیگه جواب میدیم قدوش 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 هشم سباد مده خدا رسخه بوده که مقدس 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 تمامی. چند بار لغت قدوش رو میگیم توی قدوشا وقتی که همه جواب میدیم توی کنیسا؟ سه مرتبه این رو جواب میدیم، میگیم قدوش 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 ادنات سباد مده خدا رسخه بوده. چرا سه بار میگیم لغت قدوش رو؟ اینجاست که نکته جالب رو امروز یاد میگیرید. این سه تا لغت قدوش برابر با سه تا درجه پوشیدن نور هر کدوش باروخو بعد از هر کدوم از دنیاها. قدوش بعد از دنیای اتسیلوت وقتی نور الهیت دفعه اول به صورت عظیمی نور الهیت پوشیده میشه، قدوش بعدی به خاطر نور الهیت بعد از دنیای بریا که به صورت عظیمی پوشیده میشه، و دفعه سوم به خاطر نور دنیای یتیرا بعد از دنیای یتیرا قبل از اینکه به دنیای ما برسه، که دوباره یک درجه پوشش عظیمی اتفاق میفته بر نور حق قدش باروخو. پس چیزی که فرشته ها میگن و ما هم اون رو تکرار میکنیم قدوش 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 هر روز، در واقع داریم ستایش میکنیم حق قدش باروخو رو و این که حق قدش باروخو چقدر درجه قدوسیتش از ما فاصله داره، جدا هستش، که این سه درجه رو بر حسب هر کدوم از درجه‌های عظیم ما میگیم قدوش قدوش قدوش، مقدس مقدس مقدس، سه تا درجه، یکی از اون یکی بالاتر. و بسیار جالبه، البته تمامی متن اون قدوشا شاید به عزت هاشم در یک جلسه دیگه ای کلن یک کلاس بذاریم مختص این جریان ستایش فرشته ها و قدوشایی که هر روز میگن قدوش 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 و نحوی که ما هم اون رو میگیم. آیا کدوم یکی گفتن قدوش مهمه در نزد حق قدوش باروخو؟ بسیار موارد جالبی در این موضوع وجود داره به زدشم. اوکی سعی میکنیم در حال حاضر تعدادی از سوالها رو با همدیگه مرور بکنیم در اتمام کلاس امروز. اوکی سوالی که خانمی اشاره میکنن اینه که آیا نور شخینای هشم در دنیای اتسیلوت بدون پوشش هست؟ سوال بسیار خوبیه و قایقاتی یشیوا دوست داریم به نحو جالبی همچین سوالایی رو جواب بدیم، و اون اینه که جواب سوال شما اینه که بله، نه و شاید. به چه نحوی؟ از یک نظر نسبت به دنیاهای پایین‌تر در دنیای اتسیلوت پوششی وجود نداره. نوری که منوره در دنیای اتسیلوت بی نهایت آشکار نسبت به دنیاهای پایینی، تا حدی که هر چیزی که در اون دنیای اصلیت وجود داره اصلا خودش هم حس نمی کنه، اصلا وجودی از طرف خودش حس نمی کنه. برای مثال بالعکس دنیای پایین تر که توش فرشته ها وجود دارن، که فرشته ها وجود دارن، خود حس می کنن وجود دارن، ولی باطل هم نسبت به خودش بارو خوب. در دنیای اتسیلوت به قدری نور حق قدش باروخو منوره که اصلا هیچ چیزی وجود خودش هم نمیتونه حس بکنه، ولی در این حال دنیای اتسیلوت درجات بالاتر از اونم وجود داره، ولی به عزت هاشم اینها رو در جلسات آینده، در کلاس های آینده به عزت هاشم بیشتر در اینها خواهیم رفت، درجه
دنیای کتر، قسمت کتر که بالای درجه اتسیلوته، و همچنین در کتر خودش دو تا درجه مختلف وجود داره، و قبل از اون درجه کف، درجه رشیما، گولیم، درجات بسیار مختلف و جالبی وجود داره. این سوال خوبی بود. اوکی، و ببینم. اوکی، یس، ببینم که همون سواله که مثل اینکه تعداد زیادی هی تکرار شده. امروز قسمت چت مثل اینکه تکنیکال دیفیکالتی داره. اوکی، آیا سوال دیگه ای هست که درباره صحبت کنیم برای امروز؟ اوکی، خیلی ممنون از همه شالوم گفتن ها، همه برخه ها و غیره، و همچنین فقط با این تموم کنم کلاس امروز رو که بارخ شم دیروز از نیویورک برگشتم، از نیویورک و سر خاک ربم رفته بودم اونجا، و طبق معمول تمام درخواست های شما رو اونجا تکرار کردم، و حتی اونا که برام فرستاده بودن اینا همه چاپ شده بود و سر خاک ربه گذاشته شده بود، و به عزت هاشم که تمام آرزوهای دلتون هرچی که بوده از نظر سلامتی، از نظر رزق و روزی، از نظر ازدواج، بچه دار شدن و تمامی جزئیاتی که نوشته شده بود همه به خوبی و خوشی لطبا بدیم راخا و توف هنیره و نیگلا، خوبی که آشکار باشه، نه خوبی که ایمان داریم خوبه ولی نمیتونیم با چشممون ببینیم، بلکه خوبی که میتونیم با چشمای خودمون به صورت آشکار ببینیم. همه اینها براخا به ذات هشم فوری آید همگی بشه و بتونیم نه تنها درخواستا رو بلکه در آینده همچنین خبرهای خوبم سر خاک ربه ببریم که چه اتفاقای خوبی افتاده، چه معجزه‌ای افتاده و چه برخای آیدون شده. نه تنها درخواستامون رو بلکه بذارید اخبار خوبم برای ربه ببریم، و از همه مهمتر اومدن ماشیخ چید که نو، تا بتونیم همه به عزت هاشم کلاس بعدی رو در یروشالایم با هم دیگه باشیم در جوار ماشیخ چید که نو. شب همگی بخیر، یوم توف لکولخم، و به عزت هاشم بقیه هفته که شبوت توف و مبارک باشه پر از بسروت توفت. آمین. لیترات.